درود فراوان به همراهان و یاران همیشگی امروز در این بسته خبری بایدن و سه قدرت اروپایی ساعتی پیش با این قطع نامه پرونده رژیم ایران را در خاور میانه بستند و در ادامه هم شورای نگهبان با تایید این خبر از درون رژیم رسما رئیسی را برای رهبری آماده کردند و در آخر هم حکومت با تصویب این لایحه حق میلیونها مردم ایران را به تاراج بردند. لطفا تا پایان این بسته خبری با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید یک منبع دیپلماتیک آگاه در رسانه ها گفته در پی تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در ماهای اخیر در منطقه آمریکا و برخی کشورهای غربی در حال بررسی افزایش تحریم ها علیه حکومت ایران هستند. این منبع آگاه گفت تحریم های جدید مورد نظر آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ممکن است مشابه تحریم هایی باشد که پیش از امضای برجام در سال 2015 علیه حکومت ایران اعمال می شد. این منبع دیپلماتیک افزود دولت بایدن تصمیم گرفته سیاست خود را در ارتباط با ایران تغییر دهد و به جای فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای کاهش غنیسازی اورانیوم و خودداری از رفتارهای تهاجمی در منطقه با افزایش تحریمها به حکومت ایران فشار بیاورد وزارت خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش درباره احتمال تحریم های جدید غرب علیه جمهوری اسلامی خودداری کرد اما خبر مرتبط با این تحریم های احتمالی را انکار نکرد در صورت اعمال تحریم های جدید ممکن است مکانیزم ماشه شورای امنیت فعال شود با فعال شدن این مکانیزم هر کدام از طرف های حاضر در برجام می توانند خواستار بازگشت آن دسته از تحریم های سازمان ملل بشوند که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند محدودیت هایی که می توانند با فعال شدن مکانیزم ماشه بازگردند شامل تحریم های تسلیحاتی، نظارت سختگیرانه بر تعامل های مالی و فناوری جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه های نظامی و هسته آن و اعمال محدودیت های بانکی است. در حالی که جمهوری اسلامی به نقض محدودیت های برجام ادامه می دهد، بریتانیا، فرانسه و آلمان طی سه سال گذشته از فعال کردن مکانیزم ماشه خودداری کردند. دولت بایدن نیز در این مدت در تلاش بوده تا آمریکا را که در سال 2018 با اقدام دولت ترامپ از برجام خارج شده بود به این توافق بازگرداند. این برداشت به وجود آمده است که دولت بایدن در مذاکرات احیای برجام در سالهای 2021 و 2022 تصمیم گرفته بود تحریم‌های زمان ترامپ علیه جمهوری اسلامی را به طور کامل اعمال نکند. همین روی کرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش های صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال 2020 تا اواخر سال 2023 چهار برابر شد و در مقطعی به یک میلیون بشکه در روز رسید واشنگتن و متحدانش در این مدت می توانستند بدون توسل به مکانیزم ماشه نیز تحریم ها را علیه جمهوری اسلامی تشدید کنند. قدرت های اروپایی می توانستند به نظام کنونی تحریم های آمریکا بپیوندند و اشخاص سوم را از خرید نفت ایران من کنند و روابط بانکی بین المللی جمهوری اسلامی را محدودتر کنند. در نتیجه خودداری کشورهای اروپا از چنین اقدامهایی استفاده از یورو به جای دلار برای جمهوری اسلامی راحت تر شده است. کشورهای اروپایی همچنین می توانستند برای محدود کردن توان جمهوری اسلامی در استفاده از یورو، تحریمهایی را علیه بانک های طرف سالس اعمال کنند. احتمال تغییر سیاست دولت بایدن در ارتباط با ایران پس از انتشار گزارش مطرح شده که بر اساس آنها آمریکا یک هفته پیش از انفجارهای 13 دی در کرمان که به کشته شدن حدود 100 نفر منجر شد به جمهوری اسلامی درباره حمله احتمالی داعش هشدار داده بود. با وجود این هشدار آمریکا جمهوری اسلامی در این مورد اقدامی نکرد و اجازه داد هزاران نفر برای سالگرد قاسم سلیمانی در محل حمله جمع شوند مقامهای جمهوری اسلامی در عین حال آمریکا و اسرائیل را مسئول این حمله خواندند و تاکید کردند آمریکا داعش را ایجاد کرده است ساعتی پس از حمله 15 مهر حماس به اسرائیل که به کشته شدن بیش از 1100 نفر و گروگان گرفتن 250 نفر شد، جمهوری اسلامی در ایران جشنهای خیابانی به انداخت. حکومت ایران که حماس را مسلح کرده و آموزش داده، به حمایت علنی از این گروه ادامه می‌دهد. علاوه بر این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله گروه های مسلح شیعه در عراق و سوریه حزب الله لبنان و حوسی یمن نیز منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه را مورد هدف قرار دادند تنها در عراق و سوریه شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بیش از 150 حمله راکتی و پهپادی علیه نیروهای آمریکایی انجام دادند در این میان تحول جدیتری که رخ داده استفاده حوسی ها از کنترل خود بر سواحل گسترده یمن برای هدف قرار دادن خطوط کشتیرانی تجاری بین المللی در دریای سرخ است. پس از آنکه علی خامنه ای از کشورهای اسلامی خواست اسرائیل را محاصره اقتصادی کنند، حمله های ها در عواست ماه نوامبر آغاز شد. آمریکا و بریتانیا اخیرا علیه مواضع حوسی ها حمله های تلافی جویانه ای را آغاز کردند اما حمله های این گروه به خطوط کشتیرانی همچنان به صورت روزانه ادامه دارد در پی اظهارات دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی مبنی بر حذف همه رقبای ابراهیم رئیسی در یک حوزه انتخابیه انتخابات مجلس خبرگان سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را به طور تلویحی تایید کرد حادی تهان نظیف روز شنبه هفتم بهمن اظهارات دبیر ستاد انتخابات استان خراسان را تکسیب نکرد و گفت طبق قانون برگزاری انتخابات خبرگان در حوزه‌ای که به تعداد کافی داوطلب وجود نداشته باشد ممکن نیست او بدون نام بردن از حوزه انتخابیه خاصی افسود نسبت به حوزه هایی هم که احیانا تعداد کاندیده ها به اندازه کافی وجود ندارد باید ارز کنم هنوز فهرست نامزدها نهایی نیست. روز جمعه موسا سلیمی دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی اعلام کرد که طبق نتایج اعلام شده از سوی شورای نگهبان از مجموع پنج نفر ثبت نام کننده ای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان خراسان جنوبی فقط صلاحیت یک نفر تایید شده است. این یک نفر ابراهیم رئیسی است که برای ورود دوباره به مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی داوطلب شده است. اگر انتخابات خبرگان رهبری در این حوزه انتخابیه با یک نامزد برگزار شود، یک رأی به او کافی است که پیروز انتخابات در این حوزه شود. در انتخابات مجلس خبرگان قید حد نصاب درصدی از کل آرا وجود ندارد و به همین دلیل است که در صورت برگزاری انتخابات بدون رقیب ابراهیم رئیسی میتواند با یک رأی نیز انتخاب شود رسانه های ایران در سال 94 نیز خبر داده بودند بر اساس فهرست منتشر شده ستاد انتخابات کشور از نامزدهای تایید شده انتخابات مجلس خبرگان نه کرسی این مجلس کاندیدای رقیب نداشتند در برخی حوزه های انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده تغییر محل داده بودند سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه روز شنبه خود گفته است که تا 72 ساعت قبل از رأیگیری امکان جابجایی نامزدها وجود دارد با این حال در انتخابات سال 94 حوزه انتخاباتی سمنان تنها یک نامزد داشت که بدون رقیب وارد مجلس خبرگان شد و در استانهایی مانند آذربایجان غربی، اردبیل و بوشهر نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه های دیگر به این حوزه منتقل شدند. در حالی که پیشتر حزب گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان از جمله رد صلاحیت حسن روحانی انتقادهایی را برانگیخته بود سخنگوی شورای نگهبان گفت همانطور که قبلا هم عرض کردم عمده داوطلبانی که تایید نشدند از شرایط علمی لازم برخوردار نبودند بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نامزدهای انتخابات خبرگان باید حتما از میان روحانیون و به اصطلاح مجتهد باشند با این حال بسیاری همواره انتقاد داشتند که شورای نگهبان در ارزیابی ها در این زمینه سیاسی عمل می کند حضب رقبای ابراهیم رئیسی در یک حوزه انتخابیه انتخابات مجلس خبرگان واکنش های بسیاری را برانگیخته است. هنگام شهیدی فعال سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رد صلاحیت رقبای رئیسی او را کاندیدای واحد خراسان جنوبی کرده است انتخابات بدون رقابت مفهوم حق انتخاب مردم را زیر سوال میبرد مهمتر اینکه آدم یاد صدام حسین میافتد که با 99 ممیز 99 صدام درصد در انتخابات بیرقیب رأی می آورد و آن را دموکراسی با شکوه مردم عراق می نامید. عبدالرزاد داوری از نزدیکان پیشین محمود احمدی نژاد نیز نوشت شورای نگهبان هرگز انتخابات را مهندسی نمی کند. برای انتخابات دیکته می گوید. مجلس خبرگان رهبری که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه تعیین و ازل رهبر و همچنین نظارت بر عملکرد او را دارد اکنون به نهادی تحت کنترل خود رهبر جمهوری اسلامی درآمده است حذف برخی چهره ها از انتخابات خبرگان در حالی است که موضوع جانشینی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بسیار خبرساز و حتی نام یکی از فرزندان او به عنوان جانشینش پس از مرگ مطرح بوده است علی خامنه ای که طی چند سال پیش موضوع بیماریش علنی شد در سال 1394 نسبت به نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیمسازی جمهوری اسلامی به مقامهای ایران هشدار داد او درباره مخالفانش گفته بود آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و ده سال دیگر که مثلا بند نباشم اهدافشان را محقق کنند نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1403 اعتبار اختصاص یافته به سازمان صدا و سیما را 24 هزار میلیارد تومان تصفیب کردند که سه برابر بودجه این سازمان در سال جاری است. تصویب رشد دویست درصدی بودجه صدا و سیما برای سال آینده در جلسه روز شنبه هفته بهمن مجلس در حالی که حقوق کارمندان دولت در سال آینده تنها 18 درصد افزایش خواهد یافت و دولت حتی با افزایش 20 درصدی آن نیز مخالفت کرده و مدعی شده است این موضوع به کسری بیشتر بودجه منجر خواهد شد. همچنین جهش بودجه این نهاد تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حالی است که مجلس شورای اسلامی آبان امسال تصویب کرد که در طول اجرای برنامه هفتم توسعه بودجه سازمان صدا و سیما به شکل سالانه دست کم 43 درصد افزایش می‌یابد. معاون فرمانده سپاه مردم رغبت چندانی به دیدن برنامه های صدا و سیما ندارند. بودجه سازمان صدا و سیما که متصدی رادیو و تلویزیون انحصاری و حکومتی در ایران است در سال جاری با رشد 42 درصدی نسبت به سال 1401 به 7531 میلیارد تومان افزایش یافت. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با حمایت از سه برابر شدن بودجه صدا و سیما گفته است ما در یک جنگ رسانه‌ای قرار داریم و باید صدا و سیما را تقویت کنیم اظهارات او در حالی است که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به ریزش چشمگیر مخاطبان صدا و سیما اذعان کردهاند بودجه تصویب شده برای سال آینده صدا و سیما معادل یک ماه درآمد دولت از کل صادرات و فروش داخلی نفت و محصولات نفتی است با این حال آقای کوچکی نژاد گفته است منابعی که به صدا و سیما اختصاص می دهیم بسیار محدود است در حالی که کار سنگین و هزینه آوری دارند از این رو سعی می کنیم به صدا و سیما و برخی از دستگاه های امنیتی و نظامی کمک ویژه داشته باشیم او در استدلال ادعای خود گفته است اکنون در بحث انتخابات صدا و سیما به صورت فنی ورود پیدا کرده تا مشارکت مردم را بالا ببرد او با انتقاد از این موضوع گفت این در حالی است که برای سایر دستگاه ها رشد بودجه دوازده درصد پیش بینی شده است سپاس فراوان از همراهیتان تا پایان این بسته خبری لطفا با لایک کردن ما رو حمایت کنید